درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. روز جمعه است، 12 از ماه فوریه سال 2010 میلادی. در روزهای جمعه به مدت یک ساعت در خدمت شما بزرگواران هستم اینجا و معمولا نگاهی میکنیم به متون قدیم زبان پارسی دری. بله، در بوستان یک داستان زیبایی است در ارتباط با سعدی، خاطره نقل کرده است. دنبال داستان امشب خواهیم گرفت. اجازه فرمایید یک غزل بسیار مشهور از اون بزرگوار به شما تقدیم کنم. بگذار تا بگریم هم البته هست. چون ابر در بهاران که سنگ گریه خیزد روز وداع یاران، هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساروان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غمگساران. غزل ناب از استاد سخن سعدی. عرض میکنم خدمت شما که لشکرکشی علی خامنه ای به تهران عرض شد که تمام شد. در واقع تهران توسط لشکر علی خامنه ای فتح شد، اما یک فتح تقلبی بود. در واقع این مثل فتح مکه نبود واقعا، که انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح مبینی نبود، یک بدبختی و گرفتاری آبروریزی بیشتری بود برای این دستگاه واقعا فاسد جهنمی آبرو رفته، که البته آبروی از ابتدا نداشت. و عرض می شود که ما بچه که بودیم این درده ما، عرض شود که این ساختمان های جوری بود که این گنبد گنبد بوده، هر منزلی چند گنبد داشت به هر صورت، حالا یا اتاق بود یا حالا هرچه بود، انبار بود اینها. بعد ما یه بازی داشتیم، گفتیم قلعه مال منه به تو چه، اینه که دو تا دو نفر میشیم، دو تا سه نفر شیر و خط میکردیم، اون گروهی که برنده میشد میرفت نوک این گنبد میستاد، اونا که میخواستن بیان بالا ما اینا رو هل میدادیم. در واقع ما نمیدانستیم که این قصه تاریخ ماست، ما هر میدادیم اینها رو پایین و میگفتیم قلعه مال منه به تو چه. در واقع چیزی که به ما کمک میکرد، یعنی اون گروهی که ابتدا بر نوک گنبد میستادن و اون کسانی که میامدن ما پوش هل میدادیم، این جاذبه زمین بود و لغزنده بودن گنبد. بعد به محضی که یکی از اینها رو یا یکی از این تیمی که بالا بود، اون یکی تیم دستش میگرفت میکشید مینداخت پایین، قلعه میشد مال اونا. باز بازی ادامه پیدا میکرد تا اینکه باز یکی دیگه بکشن پایین. ما نمیدونستیم که واقعا این از این ذهن استبدادی و فرهنگ استبدادی ما این بازی برخواسته، که هر کسی اونجا ایستاد یه گروهی میان که جای اونها رو بگیرن و این اجازه نمیدهد. و البته اونجا چون بازی بچگانه بود، کار به چاقو و هر میشود که زنجیر و تفنگ و اینا نمیکشید، به مرز یکیش رو میکشیدن پایین به تو سلحامیز یه عده بالا میرفتن. داستان بدین وحش بوده واقعا. دیروز یک رژیمی آمده تمام توانش رو به کار گرفته است که بگوید قلعه مال منه به تو چه، و صدها بلکه هزارها اتوبوس راه انداخته سر تا سر ایران، اعوان و انصار جمع کرده و زمین خالی مانده. این نکته اینجاست. و بعد با عرض کنم که تمام چهارراه‌ها رو چاقوکش گذاشته است و که نگذارد تجمعی ایجاد بشود. با این همه و با این همه سر و صدا که به راه انداختن که بله جنازه فتنه تشییع شد، نمیدونم فتنه تمام شد، فتنه از میان رفت، سران فتنه مایوس شدند و اینها، همه آثار و نشانه ها بر این هست که عرض می کنند که رژیم نتوانست به تعدادی که مد نظر او بوده است آدم جمع بکنه.
تعدادی عکس هست گوگل از فضا گرفته، شنیدم فیلم هم هست، البته عکس رو این تعداد عکس رو آقای آل احمد دوست عزیزم برای من فرستادن که از بالا گوگل عکس برداری کرده، هم میدان شهیاد رو ملاحظه فرمایید از میشود که اگر که ببینید اینجا اتوبوس ها رو ملاحظه فرمایید، تمام خیابان ها سپر به سپر اتوبوس هست، ملاحظه کنید اتوبوس های دولتی، اینها از شود که هم برای سد معبر هست، هم نشان میدهد که چه تعداد آدم ها رو از راه دور ملاحظه کنید از راه دور آوردن، و با همه این تلاش ها و با همه این بدبختی هایی که رژیم داشته است نتوانسته است این میدان شهیاد رو یا میدان آزادی رو پر بکنه. ملاحظه کنید اینا تصاویری از اتوبوس های دولتی است که به پول ملت بیچاره ایران اینها رو راه انداختن و اعوان انصار و چاوکش های خود رو بیاورن، فریب خوردگان و کسانی که عرض کنم شاید هنوز گمان شرافت میبرن. ملاحظه کنید این زمین هست، در ساعت 10:45 صبح گوگل این عکس رو گرفته، ملاحظه کنید نقاطی که تیره هست آدم ها جمع شدن، بخش جنوبی این اگر ما بالای صفحه تلویزیون رو شمال بگیریم و پایینش جنوب ببینیم یک سر میدان خالی است، تعدادی در قسمت در واقع شمال غربی زمین هستن که مثل نقاط کوچک زیادی نمیشن، بقیه میدان خالی است، خالی است میدان، و شما اتوبوس ها رو بر اطراف بله ببینید در اونجا انسان ها این همه خالی هستن، اینجایی که وارتان عزیز داره لطف میکنه و نشون میده این همه جای خالی هستن. حالا بنده وسط این میدان رو نمیدانم که ما یک عرض کنم ضرب و تقسیم ساده‌ای بکنیم میتوانیم بفهمیم که در هر متر مربعی چند نفر آدم ایستادن، ولی از اینجا که نگاه میکنیم میبینیم که علارغم همه تلاش ها و اتوبوس کشی ها و عرض کنم که اعلان خطر ها و بخشنامه ها و تهدید ها که نان شما رو میبریم اگر نیایید، آدم جمع نشده است. این هم هر شبت که باز یک عکس فضایی است از اتوبوس ها، این نقاط سفیدی که ملاحظه میکنید صد خطوط از هم گسیخته سفید رنگ، اینها اتوبوس های دولتی هستند که آدم آوردن که برای احمدی نژاد کف بزنن و رهبر رو نگهداری کنن. تمام شواهد و قرائن حاکی از این است که یک رژیمی است در حال سقوط که متشبث شده است به عرض می شود که خزه های روی دریا که خود رو نگهداری بکند، و بسیار بسیار کار مشکل چنین چیزی هم میسر نیست، و ما در واقع می توانیم بگوییم که آغاز پایان این رژیم از همون مناظرات تلویزیونی شد که یک خطای بزرگی بود برای این رژیم. در آمریکا دیده بود که مناظر تلویزیونی هست، گفت آقا ما بهترش را عاشق مرتضی بلدی، بله، و این عکس اگر فیلمی هم هست وارتان جان، شنیدم آقای شجره گفتن فیلم هست، اگر فیلم هم هست نشان بدهیم، اگر هم فیلم نیست از این موضوع میگذریم. عرض کنم که همین عکس ها کافی بود که نشان بده چه تلاشی کرده است این رژیم پربرکت که این میدان رو پر بکند، و همه دوربین ها همه خبرنگاران رو آورده است در همین جا که نتوانند تجمع مردم رو در، بله این هم یک فیلم است از همین روز 22 بهمن، ملت ایران منزجر و متنفر و بیزار از آخوند و آخوندیسم و حکومت اسلامی و کل اسلام هر شبت که به خیابان ها ریختن و عرض کنم اینا نتوانستن اون کاری که میخواهند انجام بدهند، علی رغم سر و صداهایی که رهبر معظم جمهوری اسلامی به راه انداخته است. بله تصویری است از همین 22 بهمن در این میدان، میدان شهیاد.
عرض می شود که شما فیلم رو دیدید. یک اقدامی جالب دو سناتور آمریکایی انجام دادن، آقای سناتور مکین و آقای لیبرمن، که حتما خبرش رو شنیده اید. بله، سناتور جوزف لیبرمن یکی از تدوین کنندگان لایحه تازه در سنای آمریکا درباره ایران به رادیو اروپای آزاد گفته است که این لایحه بر تحریم‌های تنبیهی علیه ناقضان حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی ایران تمرکز دارد و آقای مکین هم گویا کمک کرده. جزئیات لایحه‌ای که از سوی سناتور جمهوری‌خواه جان مکین و جوزف لیبرمن سناتور مستقل ایالت کانتیکت تهیه و تدوین شده، گروه سناتورهای دیگر از آن پشتیبانی کردند. فکر می‌کنم اساره این قانون و این پیشنهاد قانون لایحه در واقع این هست که کسانی که حقوق بشر رو دارن فردن فرد اینها مد نظر باشن و تحت پیگرد قرار بگیرن در صورت امکان. وی افزود: ما از جانب مردم آمریکا سخن می‌گوییم که آشکارا به نقض مکرر حقوق بشر توسط دولت ایران اعتراض می‌کنند و در همان حال به مردم ایران، به تظاهرکنندگان، به جنبش سبز میگوییم که ما کنش‌ها را می‌بینیم، صدای تظاهرکنندگان را می‌شنویم و در کنار آنها قرار داریم. به دولت ایران نیست که حقوق شهروندان ایران زیر پا می‌گذارند تأکید می‌کنیم که برانیم تا علیه شما اقدام کنیم. این قوی‌ترین و بهترین عرض کنم که چیزی بوده است که از سنای آمریکا، از دولت آمریکا به طور رسمی بیرون آمد. ما بایستی سپاسگزاری کنیم از سناتور لیبرمن که بسیار مرد خوبی است آقای لیبرمن و سناتور جان مکین. اگر می توانیم نامه بنویسیم، تلفن کنیم، فکس بفرستیم، ایمیل بفرستیم، سپاسگزاری بکنیم که برای نخستین بار در این ماه‌های اخیر و از روزگار آمدن دولت آقای اوباما که مطلقا موضوع حقوق بشر که مشکل اصلی ماست نبود و همه تمرکز بر این عرض کنم که بازی اتمی است که آخوندها به راه انداختن، این برای نخستین بار است که چنین چیزی از سوی دو قانونگذار آمریکایی به گوش میرسد و پیداست مود سنای آمریکا هم در همین راستاست و احتمال این که این به صورت قانون در بیاد بسیار بسیار زیاد هست. ما سپاسگزار هستیم. مشکل ما عرض کنم که نبودن حقوق بشر، تجاوز به حقوق انسان هاست در ایران. فکر میکنم عملکردهای ملایان نشان داد که با اینها نمیشود معامله کرد. همونطور که قبلا هم خدمت شما بارها اینجا عرض کردیم که آقای اوباما بایستی بداند که اینها از چه نوع جنس آدم ها هستند و از کجا میآیند. این است که دولت آمریکا به نظر میسه به این نتیجه رسیده است و رفته رفته در آخوندشناسی به جاهایی هم رسیدن. این بسیار بسیار خبر خوبی بوده واقعا. مطلب دیگر این که به من گفتن که به مناسبت روز 22 بهمن، روز 14 فوریه، روز یک شنبه در شهر نیویورک از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر تظاهرات هست در تقاطع خیابون اول و 47 First and 47th Street در شهر نیویورک. هموطنان گرامی، در شهر نیویورک می توانند مشارکت کنند. خیلی خیلی مهم هست مشارکت ما در این تظاهرات بسیار اهمیت دارد. خب اجازه بفرمایید که یک مطلبی دیگر خدمت شما عرض کنم. این هاتف اصفهانی در این ترجیع بند بسیار معروف خود میگوید چشم دل باز کن که جان بینی، اون که نادیدنیست اون بین. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستانی. تیکی هست و هیچ نیست جز این و یقین. از کنم از مصطلحات صوفیه است. می گفتن علم و یقین، این و یقین و حق و یقین، اینا مراحل معرفت هست. در واقع علم و یقین نخستین مرحله معرفت است که انسان علم پیدا میکند به یک مطلب، اما هنوز به مرحله عین الیقین و حق الیقین نرسیده. در واقع مثل این که ما بشنویم برای نخستین بار که یک چیزی به نام هواپیما وجود دارد که انسان رو از یک نقطه به نقطه دیگر میبره از طریق هوا. این در واقع علم الیقین هست، به خاطر این ما فقط شنیدیم و یه علمی پیدا کرد.
اما وقتی که برویم فرودگاه ببینیم یک هواپیما بلند شد یک هواپیما نشست، این مرحله عین الیقین هست که ما به عینه میبینیم که این امر حقیقت داره. و وقتی که سوار این هواپیما شدیم و خود مسافرت کردیم، بعد این مرحله حق الیقین هست. در واقع این مسئله ساده است خدمت شما عرض کردم. نگاه این محققین خارجی به زندگی ما خاورمیانی ها در مرحله علم الیقین باقی مانده. اینها نمیتوانند حق الیقین وضعیت ما رو درک بکنند. محال است چنین چیزی، مگر اینکه یک کسی محققی سالها بیاید مثلا در ایران زندگی بکنه، با آخوندها تردد و نشست و برخاست داشته باشه، حالات اطوار و اخلاق اینها و مصطلحات اینها و روانشناسی اینها و کتابهای اینها رو بخواند تا بداند که عرض کنم که حق الیقین وجود آخوند و حکومت اسلام در حقیقتا چه معنی داره. ما از روزگار کودکی داستان اسلام ناب محمدی رو ما شنیدیم. این برای ما یک علم الیقین بود در روزگار کودکی و روزگار نوجوانی. به به چه روزگاری بوده ناب محمدی. حالا نابش که میذارن این صفت ناب، این دیگه کار رو خیلی بالاتر هم میبره. بعد محمدی هم که پشتش هست به واسطه احترامی که پیغمبر اسلام داشته است برای مسلمی، این دیگه کار رو کاملا دیگه ایدئال میکنه. اسلام ناب محمدی، به 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 به. فکر میکنم مخترع این از کنم سخن مغالطه آمیز بایستی همین علی شریعتی و اعوان انصار او باشد. اینها اسلام ناب محمدی، این در واقع یک علم الیقین بوده. و بعد که ما عرض شد که سر کله آخوندها پیدا شد، مرحله عین الیقین و گوهر وجود ملا در موضع قدرت که خودش رو نشان داد و ما این زهر کشنده حکومت آخوندی رو که دیدیم و چشیدیم، به حق الیقین حکومت دینی و اسلامی رسیدیم. اونقدر ترک های این قوانین اسلام عزیز باز هست که هیچ مالکشی نمیتونه اینا رو بند بیاره. اونقدر عقب افتادگی و احوال ضد بشری در این قوانین و این فقه اسلامی هست که میسر نیست مالکشی، میسر نیست به هیچ. و شما صد من بتونه بیارید میبینید از شکافا فروره و در نهایت جز لغلغه زبان برای ما چیزی باقی نمیماند. هموطن گرامی، شما یک آیینی، یک حزبی، یک دولتی، یک چیزی که به وجود می آید، رفتارش با دوستان که مد نظر نیست. که وقتی که اسلام عزیز مثلا در مدینه مکرمه منوره اینها چی شده است، خب احوال عمر رو عرض کنم، عبدالرحمن ابن عوف و بقیه دادان که دوستان بودن، همواره ماهیت یک حکومت، یک گروه ایدئولوژی رو از طرز رفتار اینا با دشمنان بایستی دید چگونه است. حتما استالین دوستان بسیار زیادی داشته و ازشون خیلی خوب بوده. صدام حسین دوستان بسیاری داشت، یکیش هم همین عرض کنم که علی کمیکال بود. میگن حسن البرق گفته است من پستر از این چیز پدیده‌ای نمی‌شناسم، حتی به حیوانات وحشی هم نمی‌توانم این المجید رو من از سبت که تشبیه بکنم. میگفته سرور من در عروسی همین پسر صدام، سرور من به خاطر مبارکی و میمنت این عروسی این فرزند شما، اجازه چند تا ایرانی بیاریم قربانی کنیم. میوبرده قربانی هم میکرده، سر ببریده. این است که ماهیت این رژیم یا هر رژیمی رو از رفتارش با مخالفین بایستی شناخت، نه که دوستان. خب این رژیم جمهوری اسلامی هم دوستانی دارد، خیلی ها میلیونر شدن، خیلی ها هر میلیاردر شدن. من شنیدم در کانادا و انگلیس و سوئیس و همین آمریکا و اینا حسابهای بزرگ دارن، اینا دوستان این آخوندها هستن. ماهیت اینها رو از رفتارشون با مخالفین واسه تشخیص داد. اسلام صدر هم همین بوده، بر نمیتابد اسلام مخالف رو. هیچ آیین شما در جهان ما نمیشناسیم که یک کسی بخواد آیینش رو عوض بکنه جرمش باشه که سرش رو ببره. شما فکر میشه بکنید آقا من امروز مسلمانم فردا میخوام باهایی باشم، سرش رو ببرید، بله اون متحد شده. فقط اسلام هست. انسان
انسان حق داره که عقیدش رو عوض بکنه، اما نه در اسلام. شما به محض اینکه گفتید آقا من از اسلام خارج شدم، حکم کشتن روش هست، خداوند جبرئیل آورده. و هر سبت که یک مغلطه بزرگ در مباحثی که در این میان هست این است که میگوین هرچه در قرآن هست. و خیلی آقا اینجوری نیست، بدین وجه نیست. فقه اسلامی یک پایش قرآنه، پایه مهم دیگرش سیرت رسول الله است. همه سخنان ایشان که در قرآن نیست که، کوچکترین حرکات ایشان قانون شده، کوچکترین. مثلا وقتی دشمنان خود رو کشته است در جنگ بعد، عرض شود که اجساد این بدبخت ها رو کشیدن انداختنشون توی چاه، ایستاده است با اینا صحبت کردن، اسم و اف هم یا فلان ابن فلان. این قانون شده در اسلام. گفتن آقا مرده ها که نمیفهمن شما باشون صحبت میکنم. گفت نه میفهمم، من دارم با مرده ها صحبت میکنم. یک کسی که میمیرد باید شانه چپش رو گرفت، تکان داد مرده رو، گفت اسمع و افهم، یعنی بشنو و بفهم ای حسن ابن حسین مثلا. این است که اون چه فقه نامیده شده است و در واقع هر سبت که قانون اسلام هست، یکیش قرآن هست، یکیش رفتار رسول، در واقع سنت که میگوییم یعنی همون سیرت رسول الله، کارهایی که میکرده، حرفایی که میزده، از کنم در باب لباس پوشیدن، در باب راه رفتن، در باب نمیدونم همه این مسائلی که در فقه هست برگرفته از اونجاست. و اینکه از کنم رفتار با مخالفین، تمام مخالفین رو کشتن اینا در ابعاد هزار هزار عرض میکنم. یعنی وقتی که حضرت رسول فوت شد است در مدینه، تمام این اعراب بادیه بیچاره برگشتن، گفت آقا ما نمیخوایم، ما میخوایم به عرض کنم که دین اجدادی باشیم. ده لشکر فرستاده این ابوبکر، قتل عام کرده از این بیچاره ها در بیابان ها، جاسوس میفرستادن. اگر از یک قبیله صدای اذان نمیامد، خالد ابن ولید اون خونخوار مشهور صدر اسلام میریخته همه رو قتل عام میکرده، زن و بچه شون هم به اسارت میبرده میفروخته. کفر، اساسا کفر که عرض کردم یک واژه جهنمی است و بایستی این لغت و لغاتی که مشابه این واژه هستند که زبان پارسی و فضای شیرین و دلاویز زبان پارسی رو پلید کردن، مثل منافق، مثل زندیق، مثل محارب، مثل باقی، اینها بایستی واقعا استفاده از اینها غیر قانونی بشه و فضای این زبان تمیز بشه و از این لغات جهنمی. این هم اسلامی است. در زبان عربی در روزگار قدیم کفر، یکی کسی که کافر میشد یعنی کسی که استدلال کسی رو نمیپذیره، میگه آقا من قبول ندارم، هر چی استدلال کرده میگه آقا من قبول ندارم، یعنی بیزار شدن از استدلال. بعد مفهوم دیگری پیدا کرد، کافر یعنی که عرض کنم این حرفای ایشون رو قبول نداره، الله رو قبول نداره. حکمشان آقای خمینی همین کتاباش اینجاست. اینها نمایندگان راستین اسلام ناب محمدی هستن، آقای خمینی، همین آقای نمیدونم یزدی، همه اینها هستن نماینده اسلام، که بنده و شما نیستیم که ریشمون رو میتراشیم کروات میزنیم. وارثان اسلام، اسلام ناب محمدی، همین آقایون هستن. دانایان علم قرآن، مفسرین قرآن، همین آقایون هستن، اینا بلدن. ماله نکشی، به خرج ملت هم نمیرود. بیشتر از اون زخم خوردن این ملت بزرگوار تاریخی از دست این داستان که بیزار شده از زندگی. 4 میلیون ایرانی گریخته، بلکه 5 میلیون، از دست این حکومت ناب محمدی که خمینی آورد. هیچ کاری نیست که خمینی و اعوان انصارش یا طالبان کرده باشن و اینها در قرآن نباشه. عرض کردم برای کشتن شتربان حضرت رسول اکرم
22 سه نفری که آمده بودن، اینا نص صریح تاریخ، من هیچ چیز اینجا خدمت شما تعالی اختراع نکردم، از خودم بگم، اگر چنین کاری بکنم بسیار شرمسار خواهم بود، مطلبی بگم که مستنداتش نباشه، در بهترین تاریخ های اسلام، در قدیم ترین اونها 22 سه نفری بودن. اینها یک وبایی بوده در حومه این مدینه و اینها، اینا بیمار شدن. ایشون فرموده است که بروید پیش شتربان من ریاه، ریاهش یادم نیست، حدس میزنم پس میگیرم، بروید پیش شتربان من، اونجا 20 شتر بوده مال ایشون. اینا رفتن اشتباه کردن، اعراب بیابانی بیچاره آمدن تمکار شدن، این شتربان رو کشتن و شترها رو راندن. حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام رو فرستادن، اینا رو گرفتن آوردن، دست و پای اینا رو بریدن به امر رسول الله. خوندم از متن تاریخ طبری خدمتتون، گفت دست و پای اینا رو بریدن و بر اون خاک گرم مدینه زیر آفتاب رها کردن، که بر اون خاک طبری میگوید همی تپیدن تا بمردن. این نحوه رفتار با مخالفین در اسلام صدر. حالا باز بنده اینجا خدمت شما تکیه بر این دارم که ما دین ستیزی نمی کنیم، حواسمون جمع باشه، ما مخالفت داریم می کنیم با در همامیختن دین و حکومت، این چیز میسر نیست، اساسا میسر. وظیفه دولت سیانت از آزادی شهروندان هست که هر دینی رو که دوست دارن و مورد قبول و اعتقاد اونهاست اون دین رو داشته باشن، عبادتگاه داشته باشن، نیایش بکنن، به قول این جایی ها میگن دینشون رو پرکتیس بکنن. اما اینا حقایق امور هست، حقایق تاریخی است. اجازه فرمایید موسیقی بشنویم این برمیگرد خدمت شما. Thank you.
وطنان گرامی بزرگوار، صدای ساز استاد جلیل شهناز رو شنیدیم در دستگاه سگاه. عرض شود که پس ما به حق الیقین حکومت اسلامی پی بردیم، اما در صد و اندی سال پیش یک علم الیقینی ما پیدا کردیم نسبت به آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملت، حاکمیت مردم. این برای ما واقعا یک علم الیقینی بود، یک لمسی هم از عین الیقین این در دوره‌های اول تا چهارم مجلس مقدس شورای ملی پیدا کردیم و تقریبا میتونم بگم نزدیک شدیم، اما در واقع در کل جامعه ما به حق الیقین در باب دموکراسی نرسیدیم، اما به عین الیقین دیدیم که در همون روزگار 1120 به بعد که باز شد فضا و روزنامه ها آمدند و عرض می شود که انتخابات آزاد بود، چقدر زیبا بود. زمینی که پول نداشتیم حیثیت پیدا کرد، فقیر بودیم اما آبرومند شدیم در جام. یعنی با همون فقر و بیچارگی وقتی که آقای قوام سلطنه حرکت می کرد از ایدان بره بنده با استالین اونجا صحبت بکنه و اینها، روزنامه های جهانی نوشتن که نخست وزیر ایران یعنی رئیس امور اجرایی مملکت حرکت. و بعد بزرگترین دستاورد این در واقع عین الیقین دموکراسی همون بیرون کردن انگلیس ها بوده است از ایران و موضوع نفت، و عرض می شود که متاسفانه نشد، دوباره ما گرفتار عرض شود که استبداد شدیم تا این حکومت پربرکت آمد و گریختیم از ایران. تا اونجا که خود بنده مربوط است، روز 23 جون 1974 بنده از شبت که وارد آمریکا شدم، یعنی حدود 5 سال پیش از انقلاب، اما گریختیم به این دموکراسی ها. در واقع من نمیشناسم ایرانی که فرار کرده باشد کره شمالی یا فرار کرده باشد و متقاضی ویزای کوبا شده باشد. گریختیم به آمدیم به عرض کنم که آلمان، به انگلیس، به سوئد، به نروژ، کشورهای دموکراتیک. یعنی اون گروهی که از ما که آمدیم اینجا حداقل این آموزش رو، آموزش ذهنی و این حق الیقین آزادی رو بایستی دریافته باشیم، به اندکی بیاندیشیم بیچاره ما آمدیم اینجا و همین رو برای مردم خود بخواهیم. چیز زیادی نیست، دموکراسی بسیار چیز ساده است. ضمن این که حالا می شود در بابش بسیار بحث کرد و شرایط گذاشت و لوازم گذاشت و فلانی حرفا، اما حکومت مردم، آقا حکومت مردم مثل هندوستان، شما هندوستان داشتی ببرید بیشتر هندوستان دهه، اما مردم سربلند و محترمند در جهان. هیچ دیکتاتوری آبرومند نیست، میسر نیست دیکتاتوری آبرومند ما ندارد.
نشدیدیم. بگذاریم ما روزگاران قدیم، خب همه جا استبدادی بوده، اما در عصر جدید جز این که مردم بر حاکم بر سرنوشت خود حاکم باشن، طریق دیگری نیست که جامعه دارای ثبات سیاسی و اقتصادی باشه. دیکتاتوری هیچ موقع به ثبات درستی نمیرسه چون متزلزله، بنابراین به ثبات اقتصادی هم نمیرسه. ساخته نمیشود نهادهای مردمی زیر سایه استبداد. محال چنین مستبد میاد یه چیزهایی هم میسازه، خیلی چیزهای قولاسای ممکنه بسازه. عرض کردم توپهای نمیدونم 4-5 هزار تونی، اما اینا پایدار نیست. این است که نتیجه که ما میگیریم از این مشاهدات خود در زندگی خود در روزگار امروزی این هست که ایمان بیاوریم به حاکمیت مردم و به آزادی و قانون. در اندیشه تشکیل مؤسسات بایستی باشیم در کشور، سیستم ها که توسط مردم اداره بشوند، سیستم بر جای خود، و انسان ها البته میرا هستند. شما در این کشور آمریکا از کنم با رفتن آقای اوباما، خدا نکرده تصادفی هم برای ایشون بشود، نمیدونم حالا سوء قصد یا هر چیز، مملکت تکان نمیخورد. اما در کشورهایی که همه چیز بستگی به اون یک نفر داره، حالا به مزمون یک نفر مرد، یک نفر کشته شد یا رفت، همه چیز به هم می‌ریزه، سقوط میکنه، به جهتی روی همون رأس هرم استوار هست و داره هیچ گونه ثباتی نیست. خب اجازه فرمایید سخن کوتاه کنیم، برویم در پیشگاه سعدی بزرگ ببینیم اون داستان چه شد. اون موضوعی که گفت بطی بود از آج در سومنات، این سومنات از کنم که جاهای مشهور هندوستان بوده که محمود غزنوی اونجا رو تخریب کرده و سرقت کرده و همون پیرو به از کنم دستور عملهای اسلام، اینها میرفتن معابد مردم رو خراب میکردن و جاش مسجد میساختن. هنوز هم یک شهر بزرگ در هندوستان هست بابت این داستان. خب سعدی هم پیروی کرده، البته در خیال، و میگوید رفتم اونجا و یه بوتی بود و دستشو بالا می آورد و رفتم دیدم یک آدمی بود و اون نخ رو میکشی، بعد یک استنتاجای فلسفی هم کرده است. خب میگوید که برهمن شد از روی من شرمسار، کی؟ همون کسی که نخ رو میکشید و دست اون بوت بالا می آمد، که شنعت بود بخیه بر روی کار. این بخیه بر روی کار همون مالکشیست که من عرض میکنم که شنعت رو باید، یعنی بسیار زشت است بخیه بر روی کار، یعنی همون مالکشی، چون دی مالکشی نداشت، من دیده بودمش که داره نخ رو میکشیم. دیدید که بعضی دوستان از شبت که یا ماله میکشن برای اسلام یا ماله میکشن برای استبداد، اینا انقدر عرض کنم که شکافاش زیاده که هیچ مالکشی بر نمیداره. شنیعه سعدی هم بر این بود است که شنعت بود بخیه بر روی کار، بتازید و من در پیش تاختم، نگونش به چاهی در انداختم. اون دنبال من که منم دنبال اون، سرانجام به چاه انداخت که دانستم ار زنده اون بر همن بماند، کند سعی در خون من. برهمن اینجا برهمن میخونیم به ضرورت وزنشه که متقارب هست. پسندت که از من براید دمار، مبادا که رازش کنم آشکار. خب این من راز بزرگ ازیده بودم، منو میکشت، به جهت این که میدونست من زنده بمانم رازش رو به همه میگم که آقا این حق بازی است، این داستانی که امام تهچا حق بازی بزرگی است، بنابراین منو میکشت. چو از کار مفسد خبر یافتی، ز دستش براور چو دریافتی، که گر زنده ما زندهش مانی اون بی هنر، نخواهد تو را زندگانی دیگر، وگر سر به خدمت نهد بردرت، اگر دست یابد ببرد سرت. یک فساد بزرگی که از یک سیستمی دریافت کردی نمیشه دیگه بهش، نمیتوانی اعتماد کنی، در اندیشه نابودی توست، به جهتی که تو اون اسرار رو کشف کردی. فریبنده را پاک در پی منه، چو رفتی و دیدی امانش مده، تمامش بکشتم به سنگون خبیث، که از مرده دیگر نیاید حدیث.
تمامش بکشتم، یعنی سنگ زدم تا این مرد، تمامش بکشتم. بله چرا که مردم دیگه حرف نمیزنه. چو دیدم که قوقا انگیختم، رها کردم اون بوم و بگریختم. چو اندر نیستانی آتش زدی، ز شیران به پرهیز اگر بخردی. آتش در نیستان میاندازی، شیران میان بیرون، باید بگذاری فرار کن. چو اندر نیستانی آتش زدی، ز شیران به پرهیز اگر بخردی. مکش بچه مار مردم گزای، چو کشتی در آن خانه دیگر مپا. چو زنبور خانه بیاشوفتی، گریز از محلت که گرم افتی. گرم یعنی بیمار و مریض و غمگین. این زنبور رو آشوفتن ما به یاد داریم دقیقا سعدی چه میفرماید. این زنبورای سرخ درش بودن، در یک دیوارای اینا لانه میکردن، ما بچه بودیم میرفتیم با چوب عرض کنن که میزدیم اذیت میکردیم. بعد اینا اینه این هلیکوپترهای جنگی عرض کنن که ساخت کارخانه بوئینگ ما رو تعقیب میکردن. وای به روزگار بچه‌ای که میستاد یا خوب نمیدوید، این زنبور میرسید حتما حتما خانه‌شو خراب کرده بود. سعدی هم خودش گویا تجربه داشته، میگوید که چه واژه زیبایی به کار برده، آشوفتن. چو زنبور خانه بیاشوفتی، گریز از محلت، از محلت که گرم افتی. گرم یعنی بیمار و مریض و ناراحت. به چابکتر از خود مینداز تیر، چو افتاد دامن به دندان بگیر. به مرسی که زدی دیدی از چابکتر خود دامن به دندان بگیر، کنایه از اینه که چون دامن ها بلند بود دویدن رو مشکل میکرد، این دامن بگیر به دندان و الفرار. بله در اوراق سعدی چنین پند نیست، که چون پای دیوار کندی مئیس. به هند آمدم بعد از اون رستخیز، و از اونجا به راه یمن تا حجیز. حجیز یعنی حجاز. یه گریختم از دست این داستان، از هندوستان آمدم به یمن، از یمن تا حجاز. از اون جمله سختی که بر من گذشت، دهانم جز امروز شیرین نگشت. این دهانم شیر نگش کنایه است، یعنی هیچ خوب به من خوش نگذشت مگر امروز. بله از اون جمله سختی که بر من گذشت، دهانم جز امروز شیرین نگشت. که البته میتوانیم معنی دیگری هم داشته باشیم، چون نام شاه رو دارم میبرم، ابوبکر سعد بن زنگی، دهانم شیرین شد در اقبال و تأیید ابوبکر سعد. که مادر نزاید چنو قبل و بعد، ز جور فلک داد خواه آمدم، در این سایه گستر پناه آمدم. بله دعاگوی این دولتم بندوار، خدایا تو این سایه پاینده دار. این بروبک سعد بن زنگی از بهترین پادشاهان در واقع اتابکان بوده در روزگار مغول. بسیاری از فضلای خراسان که جایی نداشتن و پناهی نداشتن میگریختن، و که اونایی که پاشون به شیراز میرسید این مرد بزرگوار به اونها پناه میداد و بر میکشید. یکی از معروفترین اینها از کنند که شمس قیس رازی است، نویسنده کتاب مشهور المعجم فی معایر الاشعار العجم، و خیلی غریب است و بسیار هم عجیب است که اینها هم دوره بودن با سعدی، اما نام سعدی در این کتاب المعجم نیست. مرحوم علامه قزوینی از سبت که میفرماید که شمس قیس دوره اول حکومت این پادشاه رو درک کرده و سعدی بعد از او آمده و این دلیل است. تلفن هم مرتب داره زنگ میزن. خب بعد میگوید که مرهم نهادم نه در خورد ریش، که در خورد اکرام و انعام خیش. که این شکر نعمت به جای آورم، وگر پا گردد به خدمت سرم. فرج یافتم بعد از اون بندها، هنوزم به گوش است اون پندها. یکی اون که هرگه که دست نیاز برارم، به درگاه دانای راز. به یاد آید اون لعبت چینیم، کند خاک در چشم خودبینیم. بدانم که دستی که برداشتم، به نیروی خود بر نیفراشتم.
حالا یه استنتاجی که سعدی کرده است، این همون استنتاج‌های حافظ هست در باب جبر: در پس آینه طوطی صفتم داشتند، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی کار من مسئولش نیستم، مجبور هستم به واسطه اینکه کسی دیگری، استاد ازل، منو به این کار وادار میکند. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. یعنی ما مجبوریم به این اعمال، گر می نخورم علم خدا جهل بود. بله، خب 5 دقیقه گفتن. خب میگوید که همون گونه که اون بوتی که دستشو بلند میکرد یه کسی در پس پرده بود که اون رو میکشید، منم وقتی که دستم میبرم بالا میبینم که خدا میخواهد که من دستم رو حرکت بدهم، یعنی محرک من و در واقع ناظر بر اعمال من خداوند هست. نه صاحب میگوید که بدانم که دستی که برداشتم به نیروی خود بر نیفراشتم، نه صاحب دلان دست بر میکشند که سررشته از غیب در میکشند. در خیر باز است و طاعت، ولیک نه هر کس تواناست بر فعل نیک. حالا استنتاجی که میخواد بکنه این است که اونایی هم که کار بد انجام میدن، اونا تقصیر خودشان نیست. نه هر کس تواناست بر فعل نیک، همین است مانع که در بارگاه نشاید شدن جز به فرمان شاه. وقتی به پیش پادشاه میخوای بروی، باید فرمان پادشاه باشد. کلید قدر نیست در دست کس، توانای مطلق خدای است و بس. چو در غیب نیکو نهادت سرش، نیاید ز خوی تو کردار زشت. میگه این خمیرمایه تو اگه نیک افتاد از دادر، به خاطر همین داستان این است که اعمال زشتم از شما سر نمیزنن. ز زنبور کرد این حلاوت بدید، همون کس که در مار زهر آفرید. چو خواهد که ملک تو ویران کند، نخست از تو خلقی پریشان کند. بله، این بیت سعدی عرض کنم که بسیار بسیار جالب و سیاسی و جامعه شناسانه و بجاست. چو خواهد که ملک تو ویران کند، نخست از تو خلق پریشان کند. یعنی که بخواد که این حکومت رو از دست تو بگیرد، ابتدا با نارضایی مردم شروع شده. این قصه قدیم در اسطوره های ماست. در واقع زندگی تاریخی ما همین بوده. داستان جمشید در شاهنامه شگفت‌انگیز داستانی است که ما باید برگردیم و این خرد گمشده رو باز پیدا کنیم و مبتنی بر این خرد گم شده است و این تجارب که بتوانیم یک از کنم که سیستم دموکراتیک و انسانی در ایران دایر کن. که میگوید این جمشید دارای فره ایزدی بود. در واقع این فره ایزدی میشه باید تعبیر پشتیبانی مردم و مهر مردم کرد از اون. و بعد به کمک اینها چه کارهای شگفتی کرد. دوره جمشید دوره بزرگی است از سازندگی، تا اینکه دچار خودبینی شد و منم زد، اونقدر منم گفت به اطرافیان و منت گذاشت و دچار کبر و غرور و عناد شد نسبت به مردم که فره ایزدی از او دور شد و ضحاک تازی بر او چیرگی گرفت. ببینید داستان چقدر زیباست و چند بار تکرار شده در این مرد. خب پس چه خواهد که ملک تو ویران کند، نخست از تو خلقی پریشان کند. وگر باشدش بر تو بخشایشی، یعنی خدا رسانت به خلق از تو آسایشی. تکبر مکن بر ره راستی، که دستت گرفتند و برخواستی. سخن سودمند است اگر بشنوی، به مردان رسی گر طریقت روی. بله بله، مقامی بیابی گلت ره دهند، که بر خان عزت سماتت نهند. ولی که نباید که تنها خوری ز درویش درمانده، یاد آوری فرستی مگر رحمتی در پیم، که بر کرده خیش واسق نیم. پایان داستان. بعد میرسیم به باب نهم در توبه و راه ثواب از سعدی شیرین سخن. بله.
وقت ما هم گویا تمام شده است. فراموش کردم خدمت شما عرض کنم که اوتانس گرامی دوست عزیز ما در کانادا یک ایمیلی کرده بودن که دیروز سازمان ملل متحد رسماً نوروز رو به نام ایرانیان ثبت کرده و روز اولین فروردین رو به نام نوروز ایرانی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته و این بسیار خبر خوشی بود. تبریک میگویم خدمت همه هموطنان گرامی بابت این خبر خوش. جز این هم نمیشد گونه دیگر باشد، چون این نوروز ایرانی است، از پس هزارها هر سال با نشاط آمده است و به ما سر زده است. عرض کنم که مهمترین اعیاد ملی ما همین نوروز است، بنابراین کسانی که میخروشیدن که ممکن است جای دیگر برود چنین چیزی میسر نمی بود. وقت ما هموطن در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.